قهرمان وزن 100 کیلوگرم ولایت هرات، شخصی که عضویت تیم منتخب ولایت هرات به دست آورده، پهلوان سال هرات در راوند اول کمر به زمین میزنه. بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد جمشیدی از کلاب به انصار با مربیگری اجی سیف سعید احمد قصاب در مقابل نادر صوفیزاده از کلاب به اتحاد با مربیگری استاد آدم خان قرار در روزهای آینده یا در هفته آینده انشالله مسابقه انجام بدن. ما تصمیم بر این گرفتیم تا این دو عزیز و این دو ورزشکاره که قراره به مسابقه همراه هم بپردازم و تورنمنتی برگزار بشه بین 6 ورزشکار که میتونه بگیم لیگ قهرمانان ولایت هرات بین پهلوانان برگزار میشه و واقعا که تقابل های هیجانی خواهد بود، چون همه از سوگمان ها و همه شک و شبه ها را از بین میبره این تقابل ها و این نبرد ها. بله واقعا که میلاد جمشیدی هم در این اواخر یکی از بهترین کشتی های خودش به نمایش گذاشته و مقابل سفیالله پهلوان زاده توانسته که به برتری برسه، مقابل مصطفی قفوری توانسته که پیروزی را از آن خودش بکنه و کاملا آمار خیلی درخشانی داره. جای جان میشه که بیشتر در رابطه به آمار و ارقام این ورزشکار و همچنین نادری که مقابل میلاد قراره که برگزار بکنن مسابقات خودشان برای بیننده های عزیز توضیحات بده. خب اگر به تقابل اخیر میلاد جمشیدی ببینیم، او در 5 تقابل اخیر خود همه به برتری رسیده و موفق شده حریفان خود شکست بده. اما نادر صوفی‌زاده در 5 تقابل اخیر خود شکستی را اگرچه که نداشته، او هم موفق شده یا به برتری برسه و یا هم مسابقات خود مساوی کنه در مقابل رقبای خود. او مقابل مویب رحمانی مساوی کرد مسابقه خور، مقابل محمد گل پهلوانزاده در 3 جمعه پیاپی موفق شد مسابقه خور مساوی کنه و در مسابقات دیگه هم که وارد میدان و مسابقه شده بود کمر حریفای خور به زمین زد در 2 تقابل اخیر. البته خب مسابقه هست، کشتی هست و همه ورزشکارا تلاش میکنن تا به برتری برسن و آخرین مسابقه هم که نادر جان انجام داد همراه فرشاد شهنوزی بود. بعد از تقابل های هیجانی و تقابل های اخیری که این ورزشکار انجام داد، فدراسیون کشتی ولایت هرات با مدیریت حاجی شریف احمد ایدری تصمیم بر این گرفت تا مسابقه بین این 6 ورزشکار برگزار بکنه که از بین اینا نادر هم انتخاب شده. بله واقعا که نادر هم در این اواخر با اینکه سنی از پهلوانی های او گذشته، باز هم به خاطر شوق مردم و به خاطر اینکه از این رشته دور نشه همچنان وارد میدان مسابقه میشه و واقعا که مسابقات خیلی جالبی را انجام داده. اما میلاد جمشیدی ورزشکاری که چند هفته گذشته در مسابقات پهلوان برتر مقابل سفیالله پهلوانزاده قرار گرفت، جای جان چی باعث شد که میلاد با این همه قدرت و انگیزه‌ای که داره مجدداً حاضر شده تا مقابل نادر و یکی از قهرمان‌ها قرار بگیره با اینکه توانسته سفیالله پهلوانزاده یکی از آماده ترین های میدان رو شکست بده؟ خب یکی از نکات مهم اینه که میلاد دیگه اول دیگه باید تمرکز روی مسابقات آینده باشه، به خاطر که مسابقات پهلوان برتر که به اتمام رسید و او موفق شد بالاخره کمر سفیولار هم به زمین بزنه، یکی از حریفای سرسختی و به نظر من داخل این میدان اجی معلم شبغنی خلیل همین سفیولای پهلوان زاده بوده. در چند مسابقه اخیر واقعا که مسابقات این دو ورزشکار جنجالی بوده و خیلی از جذابیت خاص برخوردار بوده و به همین خاطر بود که میلاد جمشیدی مسابقه آخری که همراه سفیولای پهلوان زاده انجام داد خیلی جالب بود. بیشتر مردم باز هم فکر بعضی میکردن که
میلاد باز هم مسابقه رو واگذار میکنه، اما میلاد بود که شگفتی ساز شد و یک مسابقه انجام داد که واقعا لذت بخش بود و نتیجه هم به دست آورد که همه رایدت زده ساخت. او موفق شد 2-0 کمر سفیولار به زمین بزنه در هفته آخر که مقابله قرار گرفت و بعد از اینکه حتی شونه هم آسیب دید و همه میگفتن که سفیولار باز هم به برتری برسه. خب خیلی از نکات مهم و نکاتی که به یک مسابقه ضروریه و به کار آید یک پهلوانر، میلاد در مسابقه بین سفیولا و او که برگزار شده بود توجه کرده بود. اما امروز عریف میلاد کاملا متفاوته در سبک گوشتی و چمای گوشتی و حتی میتونیم بگیم نحو مسابقه دادنی ها. از نگاه چم اگر بگیم نادر صوفی‌زاده عموما از حرکت‌های زنگه چپه کجه و گهگاهی هم از حرکت پای چپ استفاده میکنه و خیلی یک زنگه چپه خطرناک داره و او موفق شده بیشتر رقبا خور به حرکت زنگه چپه شکست بده. اگرچه که میلود از جمله ورزشکارای نیه که نادر فکر به زی بکنه یا تمرکز خروی از زی بگذاره تا از حرکت زنگه چپه استفاده کنه. یکی از دلایل اونده که نادر جان نمیتونه از حرکت زنگه چپه استفاده بکنه به نظر من شخصا اینه که قد میلاد جان بلندتر نسبت به نادر جان و این نکته که یک مزیت خوب میلاد، اما یک صحبت به یک جای دیگه که نادر به هر دو رخ گوشتی یعنی به هر دو شانه گوشتی چمهای خاص داره. اگر یک اشتباه میلاد انجام بده و از حرکت استفاده بکنه که شانه راستی اندکی خالی بشه، خیلی براحتی باز به این قطع بلنده هم که میلاد داره میتونه نادر از حرکت زنگه چپه استفاده کنه. و اگر میلاد تمام تمرکز خروع حرکت های راسته بگذاره که شانه راست در کامل انجام بده، مطمئن باشین که نادر دوچار مشکلات خواهد شد. در خیلی یک مسابقات که این دو ورزشکار انجام میدن خیلی یک نکته داره، خیلی یک ظریف کری هایی داره که هر دو تا خیلی باید به یک توجه خاصی به مسابقه بپردازن. جوی جان با اینکه شما از قد و قامت هر دو ورزشکار یاد کردیم، اینکه نادر نسبت به میلاد جمشیدی قد او کوتاه‌تره، اما من فکر کنم که میلاد جمشیدی از آنجایی که در مسابقات اخیر خودش وقتی حرکت کجر استفاده کرده با قاطعیت میشه گفت که اگر او حرکت مقابل نادر استفاده بکنه من فکر کنم شاید بتونه که غلبه بکنه بر نادر. اما شک نکنید که نادر هم چون مسلط به حرکت کجیه احتمال این میره که بتونه مقابل او فن میلاد جمشیدی که کجا باشه یعنی طریق دفاع بلد باشه. بله، یکی نکته اینه که فقط زمانی که یک ورزشکار کجه میکنه حرکت کجه استفاده میکنه، زید حرکت کجه که اگر پای راست خطا بدی و زنگه چپه استفاده کنی خیلی براحتی یعنی مهارتی را اگر داشته باشی براحتی میتونی حریف خود شکست بدی، چون همین که کجه میکنه حریف تو و تو شانه خیلی میکنی کاملا به جا و مساعد میشه زمینه به تو به ای که از حرکت زنگه چپه استفاده کنه. اما یک نکته مهمتر از همه چیزا اینه که تجربه، طبعا که در همچین مسابقاتی در همچین تورنمنت های تجربه یک روند خیلی نقش برازنده ایفا میکنه و ورزشکارا خیلی میتونن از تجربه که دارن در همچین مسابقات استفاده بکنن، برخصوص زمانی که چینل یوتیوب افغان یک دستی داخل میدان گوشتی اجمالی سفقینی خلیل شده و ورزشکارا مسابقه انجام میدن و همه با هم به رقابت میپردازن، میتونه هم میلاد جمشیدی یک فایده خیلی خوبیه که به تمام ویدیوهایی که نادر گوشتی گرفته و مسابقه انجام داده بره به نو یعنی بررسی بکنه بله مسابقات رو ببینه و روی حرکت‌های نادر کار بکنه و یک هفته هم وقت داره، البته میتونیم بگیم 2 هفته چون این هفته گذشته جوره شده بودن، و هم نادر میتونه روی چمهای میلاد بره کار بکنه و پلیلیست رو ببینه و مسابقاتی که میلاد انجام داده. واقعاً که هر دو ورزشکار از مهارت های خاصی برخوردارن و خیلی میتونن یک روند خوبی رو پیش ببرن و یک مسابقه دیدنی باشه. دقیقا جاوید جان، حضور چینل یوتیوب افغانی یک دوسی چه برای کسانی که علاقه من به این رشته هستن، چه کسانی که در این میدان تشریف میارند و مسابقات را از نزدیک تماشا میکنن، و چه برای پهلوانان؟ من فکر کنم بیشتر برای پهلوانان ثمر بخش واقع بشه به خاطر از اینکه پهلوانان زمانی که مقابل همان رقیبی که مد نظر دارن در هفته آینده قرار بگیرن برن و پلیلیست کانال یوتیوب افغان یک دوسی نگاه بکنن و آنالیز بکنن، هم خود پهلوان و هم خود سرمربی
و هم کسانی که بالاخره میشه گفت عضو کادر فنی تیم بالاخره کلاب انصار یا کلاب اتحادن یا سایر کلاب ها، چقدر میتونه آنالیز قبل از مسابقه تاثیرگذار باشه برای پهلوانان، البته برای خود پهلوانان و هم برای سرمربیان؟ خب ببینین، زمانی که یک ویدیو نشر میشه و یک مسابقه بررسی میشه، حتی حالا ببینین جان جان تکنولوژی شده، تمام رشته ها از VR استفاده میکنن، میتونن پهلوانان به همین قسم یک VR برای پهلوانان ما یک مزیت خیلی خوبه. تمام نکات ضعف ورزشکارا دیده میشه به یک مسابقه، تمام نکات که بتونیسن حریف خود شکستن بده به همون مسابقه اینا معلوم میشه از طریق ویدیو، چون کیفیت ویدیوهایی که نشر شده بالایه و ورزشکارا از نزدیک فیلم برداری شده و تمام نکات گفته شده با مسابقات، تمام صحبت ها، تمام نقطه ضعفات و تمام چم هایی که دارن گفته شده به یک مسابقه زمانی که گزارش داده شده، میتونن ورزشکارا از اونها استفاده های خوبی بکنن، میتونن برداشت های خوبی بکنن. همچنین سرمربیان، البته خب سرمربی به ورزشکار میگه و ورزشکار اون را عملی میکنه. بله، ده مهم اینه که سرمربی بتونه یک برداشت عالی از یک مسابقه بکنه، از ویدیو بکنه که این ورزشکار از چی چم استفاده بکنه و از چی حرکت استفاده بکنه. بسیار تشکر جاوید جان. بیننده عزیز، ممنونیم از اینکه شما بیننده چینل یوتیوب افغان 123 و همچنین بیننده برنامه تحلیل تقابل جذاب و آتشین بین میلاد جمشیدی و همچنین نادر صوفی‌زاده که ان شاء الله در هفته آینده این مسابقه برگزار میشه و شما عزیزانی که در هرات تشریف دارین میتونین که بیاین و از نزدیک مسابقات رو تماشا بکنین و آنیده از عزیزانی که بیرون از ولایت و بیرون از افغانستان قرار دارین میتونین که از طریق چینل خودتان، چینل یوتیوب افغانی 123 مسابقات جذاب فولاد سیکلیت که این مسابقات رو بین قهرمانان برگزار کرده تماشا بکنین. همه شما عزیزان رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم تا برنامه‌های پهلوانی بعدی. الله یار و نگهدارتون.